الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه گفتگو و شبکه توحید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که سلامت و تندرست و سربلند باشید. مدتی بود که در خدمتتون نبودیم به خاطر ماه مبارک رمضان، البته بیشترش، و حالا هم شادکام و خوشبختیم که خداوند متعال فرصتی دوباره رو به ما بخشید که دوباره با برنامه گفتگو و با موضوعات مختلفی بتونیم در خدمتتون باشیم. بله، همچنان که موضوع برنامه که به احتمال زیادم زیر نویس شده، حقوق ملی اهل سنت. خب این خودش سوال برانگیزه، مگر اهل سنت یک قشر دینی نیستش؟ حقوق ملی چه معنایی رو داره؟ بله، اهل سنت ایران از اقوام مختلفی تشکیل شده و این اقوام مختلف حقوق ملیشون نه تنها در سایه نظام خمینیسم، بلکه در نظام‌های مختلف و لون و لباسی که در تهران حکومت کرده، همیشه سعی شده که ملیت های رو، هرچند هستن بسیاری با این کلمه ملیت رو برای ملی استفاده کنی، برای اقوام رو بیشتر استفاده می کنن، دوست ندارن، این ملیت های غیر فارسی زبان رو کنار زدن و همیشه به جای این که به عنوان یه فرصتی بهشون نگاه بشه و به جای این که بهشون میگن ایرانی، این کلمه ایرانی بودن در عمل رنگ خودشو رنگش دیده بشه، در قدرت، در اقتصاد، در مسائل مختلف، در کشورداری و مملکتداری اینا رو مشارکت بدن به عنوان یک ایرانی، همیشه به عنوان یک تهدید بهشون نگاه شده. و چرا این موضوع رو انتخاب کردم؟ حقیقتا در مورد تغییر بافت جمعیتی در بلوچستان صحبت‌های شده و همگی شنیدید، و در مورد آنچه رو که در امروز در کردستان عراق هم صحبت ازش میشه به عنوان رفراندوم، که میخوان در حال همه پرسی رو انجام بدن برای اینکه آیا ملت کرد در کردستان عراق میخواد با عبادی و امثال عبادی بمونه در جغرافیای عراق، یا اینکه میخواد کشور مستقل خودش رو تشکیل بده. با توجه به آنچه که رخ میده و سیاست های فاشیستی رژیم رو در قبال ملیت‌های غیر فارسی زبان، حتی میتونن که به هر حال اهل سنت هم نباشن یعنی، ولی به هر حال اونایی که شیعه هستن تا اندازه‌ای، خب این ستم‌ها خفیف‌تر هستش برشون. این بنده رو وادار کرد که در این مورد صحبت کنم و سعیم کردم حقیقتا با یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان صحبتی داشته باشم، ولی قدر الله و ما شاء فعل نشد. خب این رژیم در قانون اساسیش مواردی هستش که میتونه تا اندازه این ستمهای ملی رو بر جامعه اهل سنت ایران، بر ملیتهای مختلف و مختلف داخل جغرافیای ایران که اهل سنت هستن تخفیف بده. مثلا تدریس زبانشون، خب کجا دیدیم ما که زبان بلوچی، کردی مثلا تدریس بشه؟ تا حالا هم که هستش اون اصل قانون اساسی خودشون رو عملی نکردن، که این میتونست در حال خب یه دردی رو کم کنه از دردهای متنوع و فراوانی که بر پیکره جامعه اهل سنت ایران از لحاظ ملی که ما در این صحبت میکنیم در حال کم بشه. نه تنها این کار رو انجام ندادن، من خودم که در دیدستان بودم لباس کردی میپوشیدم، ممنوع میکردن این کار رو، طرف که اومد نمیدونم آذری بود، کجایی بود، در حال کرد نبود که، ولی چون که نبود، اهل سنت نبود، خب اومده بود اینجا، خب خط نشون میکشید که تو نباید مثلا لباس کردی بپوشی. این لباس کردی مگر شده سرطانی برای اینا؟ خب این از کجا نشأت میگیره این تفکرات و دیدگاه ها؟ از همون در حال هر لباسی که میخوان بپوشن، اینا که اومدن با اسلام ناب اومدن، البته اسلام ناب همون فهم و همون انحراف ابن سبعی، از اون اتجاه که اینا وارد شدن و از اون در زدن و در حال اومدن، خب میخواستن در حال تبلیغاتی هم که انجام دادن چی شد؟ نتیجه
عمیق‌تر شدن این مشکل شد. یعنی در دوران پهلوی که مشکلاتی داشتیم، ماها جامعه اهل سنت که از پدران خود میشنویم، مشکلات اقتصادی عموما بوده در داخل ایران، فساد هم در ابعاد مختلفی بوده که حالا بیشتر شده، حالا در لباس دین فساد انجام میشه که این مجرمان و این طاغوتی که اونجا نشسته فساد رو دینی کرده. خب ولی بعضی از مشکلات رو ما اصلا نداشتیم حقیقتا، یعنی مثلا به نسبت اون تنشی که بین شیعه و سنی بود اصلا نبود، ولی خب حالا که اونم اومده روی این مشکلات. بله، این آقایان میخوان در بلوچستان به جایی که مثلا بیان چه کار کنن، بیان خب بلوچستان، خب این منطقه رو به عنوان یه ولایت قبولش کن، بذار این ولایت رو مردمان این ولایت در همون جغرافیای ایران که بمونه، در یک زیر یه چتری که همگی رو به هم پیوند بده، خب خودشون اداره کنن، سیاست‌های کلان هم بهشون خب مشارکت بده تو تهران، خب اینا هم برگردن این ایرانی بودن رو لمس کنن. حالا طرف اومده میخواد چه کار کنه؟ میخواد تغییر بافت جمعیت رو اونجا بیشتر کنه. خب مگر تو به جمعیت بلوچستان رسیدی که میخوای جمعیتی اونجا رو بیشتر کنی؟ ولی اینا خیلی فریدانه فکر میکنن. اونجا ما مدارس نداریم، ما بهداشت نداریم، ما حقیقتا از کردستان خیلی وضعش بیشتره، آب نوشیدنی نداریم، ولی روستاهای کردستان میبینید که حتی لوله کشی گاز هم شده. کردستان هم که به هر حال بعضی مناطق بنده که برام فیلم هایی رو میفرستن، در حال مناطق کوهستانی و صعب العبوری هستش که گاز رو اونجا بردن، لوله کشی آب هست که از مشکلی که نداریم از اون ناس. ولی این به خاطر بنده این رو از اگر مبارزه مسلحانه ملت کردن نبود، اونم اصلا نبود، وجود نداشت. متاسفانه بنده با خشونت، البته بنده با خشونت مخالفم، ولی متاسفانه این نظام کاری کرده که ماها نتونیم با هم گفتگو کنیم، مشکلاتمون رو راه حل یک انسانی و خب ادعای مسلمان بودن هم میکنیم، اولاتر اینه که راه حل اسلامی براش پیدا کنیم. مجبور شده پیشمرگ کرد پیشمرگ بشه و دست به تفنگ بزنه تا از کرامتش مبارزه دفاع کنه. طرف بلوچ رو به همین شکل. خب اونا هم یاد البته ترور شخصیتی میکنن، ترور فکری میکنن مبارزات ملی و دینی اهل سنت رو. خب دیگه، ولی حالا دیگه دستشون رو شده. خب البته حالا طرف میگه خب تو که با این ادعایی که ادعای مسلمان بودن که میکنی، خب دیگه تو ظالم ملیگرا شدی و قومپرست شدی و این با اسلام نمیخونه. اولا ناسیونالیست شدی. یعنی اولا اگر ما بریم مصطلح ناسیونالیسم رو تعریفش کنیم، یه فرد بلوچ بگه من بلوچم و بلوچستانی هستم و مملکت و آب و خاک خودم رو دوست دارم و میخوام صاحب خانه خودم باشم، این اصلا در تعریف ناسیونالیسم نمی کنه. اگه یه کرد و یه آذری، یه عربی ایرانی و یه ترکمن همین رو بگه، خب کجای این ناسیونالیسم شد؟ کجای این قوم پرست شد؟ تو که عرب رو سوسمار خور میدونی، کرد رو سربر میدونی، بلوچ رو قاچاقچی میدونی و ترک رو یه چیز دیگه میدونی، تو ناسیونالیست نشدی. تو که مملکت رو در قبضه خودت گرفتی و خودت رو بهترین و برتر میدونی، ناسیونالیست نیستی. تو که اومدی بلوچستان، کردستان و خوزستان رو غارت کردی، مردمان رو گشنه گذاشتی، از تمام ابعاد اینا رو کنار زدی، تو ناسیونالیست نشدی. ولی من که گفتم کردم بلوچم، همون زبانی رنگی که خدا بهم داده میخوام این حفظ بشه، کرامتم له نشه، من شدم ناسیونالیست، من شدم تجزیه طلب. عجب. و به این آقایون میگم البته، و چپایی هم هستن از این حکمتی ها، که هر وقت که ملل زیر دست، من نمیگم همه یه عزیزان فارسی زبان اینطور فکر میکنن، خب حالا حکومتی که ما در تهران داشتیم به این گروه نمایندگی شو کرده. در میان هر ملتی، در میان هر خانواده خوبت هم وجود داره، اصلا سخن این نیست، سخن مشکل و واقعی هستش که ما در ایران داریم و این از کجا نشأت گرفته. ولی عرض کنم حکمتی هم هستن که به هر حال شفایی هستن، شفای تندرلی که اومدن تو اینا رو تو کردستان جمع کردن، حزب کمالر هم تشکیل دادن، رئیسشان شدن یه فارسی زبان،
و بعد اگر کردام گفتن ما در حال میخوایم کردستان دست خودمون باشه، طرف در حال خودمون با مشکلات خودمون رو میفهمیم، زبان ملت خودمون رو میفهمیم، کدهای فرهنگی رو میفهمیم، نمیخوام جدا بشیم، میخوام خب در حال صاحبخانه کردستان باشیم، در تهران با هم مشارکت داشته باشیم. خب گفتن نه، در حال این نشدنیست، حکمتی ها هم این بچه از فارو بر این گروه از مردمانی که عزت ملی خود رو میخوان چه کار میکنن؟ این بچه از فارو میزنن که در نهایت اینم یک نوع بازی هستش و یک نوع شیطنتی هستش که البته شیطنتی بچگانه که میخواد چه کار کنه؟ که میخواد مبارزات و حقی رو که این ملل مظلوم میخواد چه کار کنه؟ اینا رو ترور کنه و از چشم دیگران بندازه. ولی این خب مقطعی خواهد بود در دراز مدت که اصلا جواب نخواهد داد عزیز من. و ما به عنوان مسلمان، بنده تنها چیز رو که عزت رو درش بدونم همون چیزی بود که صلاح الدین ایوبی اون عزت رو در اون دید، تمسک به کتاب و سنت صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. و آنچه رو که ما از حقوق ملی هم امروز صحبت ازش میکنیم همون چیزی که اسلام ما رو وادار میکنه. ما به ستم تن نمیدیم، ستم در هر لباسی باشه، در هر بعدی از ابعاد باشه که بر ما وارد بشه، و الا مسائل ملی برای ما حل شده است. ما ملت و اختلاف رنگ و زبان رو در این میبینیم که خداوند متعال در سوره روم آیه 22 میفرماید که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته خلق السماوات والارض. سبحان الله. بعد از اون چی میاد؟ و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين. خب این حل شده است برای ما که ما اختلاف زبان رو و رنگ انسان ها رو ما تنها آیه ای از قدرت خداوند متعال در تنر خلقت بشر میدونیم، نه کم نه بیش. طرف به خاطر کرد بودنش اصلا بر دیگران برتری نداره، به خاطر زبان و جغرافیا و رنگ. این از جاهلیت و از اصول اعتقادی جاهلی هستش که کسانی که در تهران حکومت میکنن بر این اساس سیاست هاش بنیاد نهاده شده. ما میخوام به شما کمک کنید که انسانی، کمک کنید که انسانی فکر کنید. رنگ و زبان مایه برتری نیست و این خداوند خالق ما این رو به ما نشون داده، این رو به ما یاد داده که بعد از این که از آیات خودش، از قدرت خودش صحبت میکنه که آفرینش خلق السماوات یا آفرینش آسمان ها و زمین هستش، بعد دیدگاه تفاوت زبان ها و رنگ های ما رو هم یک آیه میدونه. ابو لهب از کی بود؟ خب با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسب نزدیک داشت، عموش بود. تبت ید ابی لهب واسط، ما این رو میخونیم تا قام قیامت، تا روزی که قرآن ها برچیده بشه، کلام خدا برچیده بشه. سلمان فارسی هم شد اهل بیت پیامبر. ما متنسه که به کتابی و سنت هستیم، ولی تو که بخوای من رو به خاطر کرد بودنم، طرف رو به خاطر عرب و بلوچ بودنش و آزادی بودنش، هرچی که هست در اون جغرافیایی که خونه‌ای که داریم اسمش ایرانه، چرا ما رو راندید؟ چرا کجاست تو تهران از ماها که مشارکت داشته باشه در مملکت داری؟ بخواید ستم کنی بر ما، اهل اسلام ستم رو قبول نمی کنند و در مقابل ستمکار می ایستند. و این برای ما حل شده هم هستش که در حال ملاک برتری در نزد ما ها تقوا هستش. این تقوا هم مدرسه ای هستش، عنصری هستش که هر دلی رو که آباد کنه اون رو به انسانیت، کمال انسانیت نزدیک می کنه. خب همچنان که خداوند متعال می فرماید در سوره حجرات هستش آیه 13، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و بعد و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. این حل شده است برای ما عزیز من. اینطور فکر نکن و این برچسبا دیگه وقتش سر رسیده حقیقتا، نباید از این برچسب ها استفاده کنیم. ما یاد گرفتیم از پیام پروردگارمون که خطاب هم ای مردم، همگی شما را از یه مرد و زن آفریدیم، تو ما همگی برادریم، در نسب برمیگردیم به یه مرد و به یه زن.
خب تو کجا این برتری تو گرفتی؟ چرا برتر شدی؟ برتری یه چیزی دیگه است. و ما رو تیره تیره و قبول خبیل 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 قرار داده که چکار کنیم؟ که بتونیم با هم معامله کنیم و هم دیگر رو بشناسیم و به هر حال نه بیشتر نه کمتر به دنبال برتری میگردی تقوا داشته باش. اگر تقوا هم داشته باشی نه تنها حق من رو رعایت میکنی، حتی اگر مثل تو هم فکر نکنم، حق محیط زیست و حیوانات رو و هر آنچه رو که خداوند برای من و توی بشر مسخر کرده چیکار میکنی؟ رعایت خواهید کرد. و آنچه رو که ما از ستم ها و ظلم های متنوعی که در جامعه بشری میبینیم همون برچیده شدن تقوای خداوند متعال از قلب های انسان ها هستش، که قلب انسان ها شده رقاصخانه شیاطین. ولی وقتی قلب انسان با تقوا در حال منور شد، ما حال وضع دیگری رو خواهیم داشت. بله، این دیگه کنار گذاشته شد به عنوان یک مسلمان، دیگه این برچسبا به ما نمیخوره که ما رو ناسیونالیست قلمداد کنی و به حال برگردی بخوای ربطش بدی به موسولینی و هیتلر رو نمیدونم از این فاشیستایی که در تاریخ پیدا شدن که همگی هم تقریبا کما بیش از دین دور بودن یا دین منحرفی رو داشتن مثل شما. بله، خب آنچه رو که بنده رو وادار کرد حقیقتا که روی این موضوع صحبت کنم احزاب کردی سکولاره. البته سکولار هم چطور عرض کنم، حقیقتا به سکولاریت هم ستم نشه. این احزاب سکولاری که در منطقه خاورمیانه وجود دارن تنها اسم ها رو یدک می کشن. طرف اسم خودش رو گذاشته مثلا حزبش حزب دموکرات، هر چیزی میتونه باشه به جز دموکرات بودن و دموکراسی خواه بودن و به هر حال از این مفاهیمی که خودشون به هر حال روی خودشون گذاشتن. طرف دیگه اسم خودش رو گذاشته سوسیال دموکراسی، میتونه هر چیزی باشه به جز این. این از مصیبت های سکولارهای منافق خاورمیانه هم هستش که تنها از سکولاریزم یه چیزی فهمیدن، به خدا و پیامبر بتازن، به دین بتازن، به هر حال اونم بدون علم، با جهل تمام. طرف نمیدونه، بیاد بسم الله رو بخونه و هر روز صحبت کنه، میاد در حال یه چیزای تو تیوار شنیده میگه به هر حال. خب این شد منظورم چی بود؟ این سکولاریزم میادش که اینا گرفتن. ولی احزاب سکولار کردی که بنده از لحاظ فکری 100% باهاشون مخالفم، ولی خب امروز در کردستان اینا یه شعارهایی رو بلند کردن، با سیاست هاشون مخالفم به عنوان یک کرد. رفتم پیش بعضی هاشون، متاسفانم شدن که عدات دست این خامنه یه مجرم فرعون کوچولو که در تهران نشسته، خب رفتم بگن مؤدبانه بگن ما میخوایم رفراندوم کنیم و همه پرسی کنیم در حال ببینیم ملت کرد اونجا چی میخواد. این خودش خیلی احمقانه هستش، دور از روی شما. چرا ملت کرد و ملت بلوچ هم ملت خودش میخواد فرخانه خودش باشه؟ حالا که میخوای این رو بازی بدیم، میخوان در بازی های سیاسی به هر حال از این هم سرمایه بذارن، از اون چی که خودشون درست شدن خودشون به هر حال به خاطرش بوده که گویا حقوق ملیه. بنده آن چی که وادار شدم که این برنامه رو بذارم اون بود که عکس هایی رو دیدم از این گروه از نمایندگان کرد، احزاب کردی البته بهتره که بگم، رفته بودن اونجا و این شمخانی و به هر حال دیداری داشته بودن. این خیلی بی‌ادبانه با این افراد برخورد کرده بود. عکسایی رو که بنده دیدم حقیقتا اگر بنده بودم اصلا نشست رو ترک می‌کردم و با چنین ناانسان‌هایی اصلا نمی‌نشستم. خب اونا قبول کردن این همه اهانت رو، نشستم. خب گفتم بیا طرف رو نگاه کن، می‌خواد چه پیامی رو برسونه، از کجا این حرکات و این سکناتش در نشست و برخاستش با این گروه که میخوان باش به حال مذاکره کنن و اینم نماینده جمهوری، بنده اصلا نمیگم اسلامی، جمهوری خمینیسمه. خب تو که نماینده یک کشوری، نماینده به حال یک سیستمی، خب اگر به خودت تطبیقی که خودش احترام به دیگران احترام بگذاره، به خودش احترام گذاشته. برای همینه که ما سب به کسی رو که غیر خدا رو میخونه نمی کنیم. ولا تسبوا الذين يدعون من غير الله، این پیام قرآنی هستش برای ما. خب اون طرف آنچه رو که بندش شنیدم، البته دیدم از اون عکس‌ها و برداشت‌هایی رو که کردم، این بود که
این طرف اصلا اینا رو انسان نمیدونه. همون تکبر خود بزرگ دانستن، خود رو بهتر دیدن، دیگران رو کم دانستن، این وادار کرد که حقیقتا بنده روی این برنامه برنامه رو در حال به این ارتجاع ببرم و صحبت کنم روش و از نیازها و از جامعه اهل سنت ایران و ستمهای یکی از ستمهایی هستش که در پیکره مظلوم اهل سنت وارد شده. اگر یک میان برنامه آماده باشه میان برنامه رو ببینید بعد انشاءالله خدمتتون در میکردم. میان برنامه رو ببینید بعدا در میکردم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بعد سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه گفتگو. بله، در مورد حقوق ملی صحبت میکنیم، حقوق ملی اهل سنت ایران. البته خب هر از مشکلات مشکلات فراوانه. ما که ممنوع زبانمون که ممنوع در حال ملیت های غیر فارسی زبان در مدارس و باش بخونن زبان مادری رو، منطقه‌ای رو که در حال در اون ملیت‌ها زندگی می‌کنن در دست خودمون نیست، ثروت‌هامون دزدیده میشه میره به جای دیگه. خب میشد در حال اگر میرفتیم نانستان و مردمان ایران سیر میشدن، ولی شده بمب و در حال بر سر مسلمانان همسایه میریزه متاسفانه. خب اینا همش میشه در قالب ستم‌های ملی جاش داده بشه. خب راه حل چیست؟ اینا نه تنها نمیخوان مشکل رو داخل خودشون در داخل جغرافیای ایران مشکل رو حل کنن، بلکه مشکل رو دست خودشون انداختن تو مثلا بلوچستان، پاکستان و افغانستان و اینا. نمیخوان در اونجا مشکلات حل بشه، تو کردستان عراق و حتی تو کردستان ترکیه و تو کردستان سوریه و در اون مناطق هم اینا گروه های فرسوده ای هستن که دنبال اینا به ساز اینا میرفتن، در حال
خب به هر حال اونجاها رو تخریب میکنم و سعی میشه که به هر حال مشکل همیشه اونجا باشه، مشکلات خودشون رو پس میکنن به بیرون. چون اگر مثلا اگر در کردستان عراق یک کشور کردی درست بشه، خب دیگه اینا باید یک کمی خودشون رو جمع جور کنن. اینطور که نمیشه. اگر مشکل کرد اردوغان اگر میتونست مشکل کرد رو حل کنه که خیلی کار خوبی کرد، بعد از چند دهه جنگ و خونریزی میان کمالیست های حاکم بر ترکیه و بعد گروه های کردی، تونست در حال کرد و ترک رو دوباره به هم نزدیک کنه. ولی متاسفانه خب احزاب فرسوده ای هستن که از لحاظ فکری در حال افکارشون در اصل در همون در سرچشمه خودش خاموش شده، در حال اینا شدن آرز دست اینا و نمیخوان این مشکلات حل بشه. خب مشکل چه در مشکل رو راه هر چی در داخل ایران بتونیم ما این مسئله رو حل کنیم. اینا از وحدت ملی خیلی صحبت میکنن. خب تو وقتی که در خانواده، این مثال رو خیلی ساده هستش، در خانواده ای که چند تا بچه دارید، اگر بخوای بچه ها تو زیر چتر خودت بگیریم، یکیش نره بیرون و در حال بتونی قلبشون رو باید به دست بیاری، خب تا بتونی تربیتشون کنی بشن یه انسان مفید برای جامعه. تو اگر تبعیض قائل شدی چه رخ میده؟ آن فرزندی رو که تو به ستم میکنی، خب این ستم ها جمع میشه در درونش و روزی که قدرتی رو داشت این دیگه سرباز میزنه و بیرون میره از اون خانه. اون خانه خودش، اون خانه رو خانه خودش قبول نمیکنه. مگر همون پدر و مادر نبود؟ مگر اونای دیگه خواهر و برادرش نبودن؟ بله. ولی این به ستم شد، کرامتش له شد. تو هم که میخوای وحدت ملی رو درست کنی، البته تو تعریف خاص شماها حاکمان تهران و خصوصا همین جناب فرعون کوچولو پیرو ابن سبا نظام خمینیست، عزیزان از این ادبیات دلخور نشید. ماها کرامتمون رو له کردن، از لحاظ دینی علمامون رو کشتن، تبعید کردن، شکنجه دادن، دین خدا رو تحریف کردن، به اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم شب و روز اهانت می کنن، مادر مسلمانان رو به همون چیزی صدا می کنن که خودشون هستن، کتابمون رو تحریف شده می دونن. خب این از دینمون. مملکتمون کردستان، بلوچستان در حال داخل جغرافی ایران، نگاه کن می بینی که خیال می کنی در آفریقا هستی. خب وقتی ما هم بعضی از الفاظ رو به کار میگیریم تو دلخور نشو، ستمهای ما رو بفهم. به جای این اگر یه خودت رو ایرانی میدانی، اگر طرفدار میخوای که تمامیت و همون تمامیت ارضی حفظ بشه، وحدت ملی میخوای درست بشی، به ماها گوش کن، عنصری بشو به جای این که در دست فرعون کوچولی باشی که به برادران و خواهران هموطن خودت، چه کرد باشه، چه بلوچ باشه، چه آذری و عرب باشه، ستم کنی در زیر هر پرچمی که باشه. سعی کن انسانی آزاده باشی، انسانی دادخواه و عدالتخواه باشی که به جبهه ما بپیوندی، که در نهایت چون با گسترش داد و عدالت، خب جامعه انسانی درست میشه که تو هم از کسایی هستیش به اندازه من استفاده خواهید کرد. هر خون و خونریزی در کردستان، هر بدبختی و فقری در بلوچستان یخه شما رو خام خواهد گرفت. چه کسانی هستن که در کوههای سربلند کردستان و پیشمرگان کرد می جنگن؟ خیال میکنی اینا سالم بر میگردن؟ نه عزیز من، سالم که بر نمیگردن. تو هم باید باج این ندانم کاری ها رو بدین. به هر حال خب راه چاره چی هستش؟ راه چاره ما که نخواستی کردستان ایران کشور بشه، هرچند البته بنده به عنوان یک کرد از طرف ملت کرد صحبت نمی کنم. هر ملتی حق تعیین سرنوشت خودش رو داره. بنده به عنوان یک انسان مسلمان دارم صحبت می کنم. حالا روی این بر خب تفرقه نظر کم باشه، ولی وقتی ما می خواهیم در این جغرافیا بمونیم، همون حقی رو که تو داری به عنوان یک فارسی زبان که به خودت حق دادی، این حق رو در اعماق قلب خودت برای یه بلوچ و یه عرب و یه کرد هم قائل بدونی. اگر نه کدوم وحدت ملی؟ کلاه سر خودش نداره انسان. خب به از همین قانون خودشون که گذاشتن راه چاره های یافت میشه حقیقتا که میشود نقطه شروعی باشد. البته راه هر کی نیست، ولی میشود نقطه شروعی باشد که بر روی این در حال چیزی بنیاد بشه که در نهایت وحدت رو نه تنها از لحاظ ملی، از لحاظ دینی هم شکل بدیم. خب این آیه 11 خودشون میگه چی؟ این آیه کریمه، آیه قرآن آوردن که ان هذه امتكم امه واحده،
و انا ربكم فاعبدون. خب این آیه رو آوردن. خب اگر تو میخوای این وحدت درست بشه، سیاست های تو در داخل این نظام است، آیا بر این اساس بوده؟ تماما در جهت معکوسین اصل خودتون حرکت کردید. امروز نگاه کن، مردمان دشمن هم شدن. به چه خاطر؟ خب اگر تو میومدی حق بلوش رو، کرد رو، عرب رو میدادی از دهاز ملی، این جمله که به موضوع برنامه من هستش، خب این حقیقتا یک نقطه یا یک قدم بسیار بزرگی در راستای وحدت ملی و همدل بودن و وحدت اسلامی و مسلمانان بود. اگر غیر اینه، خب کجا بود در این اصل شما کجا بود در سیاست، در پایه‌ریزی و در همون سیاست های کلانی که به هر حال میذارید؟ ولی سیاست های شما سنی سوزی و به هر حال ریشه که نابود کردن اهل سنت بوده، نه تنها در داخل ایران، در خارج ایران. ولی این خودتون، یعنی این آتشی که روشن کردید، مطمئن باشید که روز این دود این آتش به چشای خودتون هم برمیگرده. اینو مطمئن باشید. خب دیگه میگه چی؟ به همون اصل 15 قانون اساسی خودشون میگه در قسمتی از این، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گویی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. همون خاتمی اومد به نسبت زبان کردی، نمیدونم یه جایی گفتن زبان کردی تدریس میشه که من ندیدم البته. خب چی شد؟ این اصل خودتونه. شما از اینم میترسید که بلش بلشی صحبت کنه. نمیدونم چه انسانهایی هستید. انسانی که دارای فکر باشه حقیقتا اینقدر ترسو نخواهد بود. میتونه در تمام دشمناش هر کی میخوان باشن، اگر تک و تنها هم باشه، به خصوص انسان مسلمان، اصلا حسابی نمی کنه برای طرف، ولی حقش هم زیر پا نمیذاره. ولی تو از لباس کردی من که در دبیرستان میپوشیده میترسیدی. خب این اصل تو چی شد؟ به جای اینکه بچه بلوچ و عرب و کرد رو ببرن مدرسه فارسی بخونه، خب حالا هم در حالی که میخوام فکر کنید عزیزان من، نسبت به پدران ما، خب کشور ما هم که یک کشور عقب افتاده ای هستش و بود و هست، خب تلویزیون به هر حال نبود در بعضی مناطق. خب اصلا طرف فارسی نمیدونست، میرفت مدرسه با یه زبان صحبت کنه. مثل این میمونه، حالا من فرزندم که اصلا زبان ژاپنی رو نشنیده، بذارم توی مدرسه ژاپنی بذارم. خب چرا باید زبان مادری تدریس نشه؟ به اون زبان تدریس نشه؟ میدونی تو که اگر طرفدار پیشرفت علمی ایران هم هستی، میدونی که این ضریب علمی کشور رو بالا میبره؟ این رشد علمی کشور رو بالا میبره؟ این کودک بلوچ، کرد، عرب، فاخر فارسی زبان چقدر باید انرژی مصرف کنه، این ور اون ور بیاد بره تا در حال این زبان رو یاد بگیره، بعد یا دیگه در حال بتونه بخونه با این زبان؟ ولی خب این انرژی ها در بازبان مادری خودش بود، صرف همون یادگیری میشد و وارد فاز یادگیری میشد و این رشد علمی کشور رو بالا می بود. ولی شماها، اینم یکی از اسباب شیوه های مبارزتون با ملیت های غیر فارسی زبانه، خب نمیخواد اینا رشد کنه. چرا بچه برش بشه دکتر رو نمیدونم در ابعاد مختلف علمی مدارکی کسب کنه؟ بذار همونطور فقیر بمونه، بذار زیر کپر بخونه. بله، خب این احترام بذارید واسه خودتون. میشه این یه چیزی از روز نقطه شروعی باشه، تدریس زبان مادری. البته بنده خودم طرفدار اینم که در کردستان و بلوچستان باید تمام دروس علمی با زبان مادری باشه، نه اینکه بیاد زبان کردی و به هر حال بلوچی رو تدریس کنید در کنار دروس دیگه. خب میگی چی اصل 19 قانون اساسی نظام خمینی است؟ برابری قومی، اسمش هم گذاشته برابری قومی. حالا این ملیت رو شما یکمی دوست ندارید، خیلی اذیتتون میکنه. خب ما بگیم برابری ملی در ایران، خب گفتی که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. لا حول ولا قوة الا بالله. خب این اصل خودتون نگاه کنه، یعنی انسان یکمی هم خیال داشته باشه به تاریخ 38 ساله حکومت داری
شما که نگاه کنه این عمر سیاه رو که بر سایه افکن بر سر ملت ایران و ملیت های غیر فارسی زبان، شما این رو حقیقتا این ملت ها کجا از حقوق مساوی برخوردار بودن؟ مگر شما نه اینه که زبان فارسی رو برتر میدونید، زبان های دیگر رو در حال کنار زدید؟ رنگ و نژاد که چه عرض کنم، میدونم حالا به رنگ ما هم گیر داده باشید یا خود نه، این رو بنده لمس نکردم، نگم که سبب امتیاز نشده، ولی سبب در یعنی تماما برعکس این اصل قانون اساسی خودتون، اصل 19 هم که اسمش گذاشتید برابری قومی. کجاست این برابری قومی؟ کجاست این وحدت ملی و وحدت قومی که در داخل همین جغرافیای ایران درست بشه؟ کجا بود این اصل شما؟ شما مثلا عبدالمحمد نمیدونم از اینا میفرستید و استاندار کردستان بشه، طرف کرد شیعه هم فرستادید بلوچستان استاندار بشه، نظر اینکه از این استانداردهای بلوچستان اونجا بود، بعد میایید از شاه سالاری صحبت میکنید. وقتی حقوق خودمون رو میخواییم شما میگید دیگه عذر بدتر از گناه، ستم کردی دوباره اهانت میکنید. همین روحانی خب از شاه سالاری صحبت کردی، گویا در میان جامعه اهل سنت فردی شایسته نبودی که بتونه پستهای کلان رو بگیره و به هر حال بخواد خدمت کنه. این اولا اهانتی بوده به خودتون قبل از اینکه اهانتی باشه به جامعه اهل سنت. چرا؟ چون ثمره حکومت 38 ساله شما نتونست در داخل جغرافیای ایران در میان قشری به نام اهل سنت افرادی شایسته تولید کنه. این برمیگرده به حکومت سیاه خودتون، چون این به عنوان که حکومت داری، به عنوان حکومت تو باید چیکار کنی؟ خدمت کنی به یکایک افراد و شهروندان همون کشور و راه‌های پیشرفت و ترقی رو برای همگی باید چیکار کنی؟ باز کنی، فرصت‌ها رو تقسیم کنی. این نشانه اینه که حکومت سیاه شما که اگرم چنین باشه که چنین نیست، نتونسته افراد راه نداده، اجازه نداده شایستگانی برای حکومت داری به قول شماها بیان بیرون و استخراج بشن. از چی؟ از نظام سیاسی شما. ثمره نظام سیاسی شما عقب زدن بوده برای اهل سنت و بیشتر برده کردن و بردهداری را جامعه اهل سنت خواستید که باید دیگه خوابشو ببینید از این به بعد. حالا خودتون رو جمع جور کنید، در حال اهل سنت میدونه خودش شکار کنه. خب ولی در برگردیم به موضوع ما، در همون قانون اساسی خودتون در حال چیزهایی هستش که میتونه نقطه شروعی باشه، خوبه ازش شروع کنیم. و به جای این که بمب بفرستید برای مناطق مختلف و به جای این که حالا بخواید رفراندوم کردستان عراق رو تهدیدیم تلقی کنید و دستتون رو اونجا بندازید، و متاسفانه یعنی ملت کرد هم اسیر احزاب سکولار فرسوده ای شده که شعاری رو که بلند کردن از احقاق حقوق ملی نتونستن در حقیقتا در همون اندازه بزرگی اون شعار براش کار کنن. اگر نه شما ها چه کاره بودید که بتونید در این مورد تداخلی داشته باشید؟ و اصلا لازم هم نبود که با شما ها صحبت کنن. اگر اینا مرد بودن و کرد بودن و پیروی صلاح الدین بودن، میبایستی با درست کردن اقتصادی متین و با درست کردن وحدت ملی در میان خودشون و با پیش از همه متمسک بودن به دینشون اصلا حسابی رو برای شما ها نمی کردن. اینا به جای شما بعد به جای اینکه با شما ها سلام علیک می داشتن، با برادران اهل سنت خودشون از اردوغان و غیره گرفته، هرچند قسم بزرگی کردستان زیر سیطره اونه، با اونا نشست و برخاستی می داشتن و می بودن در اتجاه حرکت می کردن. نه شما های فرسوده ای که به هر حال هیچ خیلی رو به هر حال انسان از شما ها نمی بینه. خب حالا یه طرف شاید بگه به ما، خب شما که اونجا نشستید و این حرفا رو میزنید، ما که همه شرط بد از تو شنیدیم. البته اینطور که نیست.
ادبیات تندی رو داشته باشیم ولی در این میانه خب ستم ها فراوان بوده. گفتیم ما آماده هستیم روی همین قانون اگر جرأت دارید همون اصل های پیاده نشده قانون اساسی خودتون رو عملی کنید و سعی کنید، نه تنها باید سعی کنید، باید اجازه هم بدید در حال دیگه ملت اونجاها خودش صاحب خونه خودش باشه، خیلی آسونه. خب عزیزان بیننده، اهل سنت ایران تنها این نیست که ازشون دینشون گرفته میشه و اینم به این سره که علماشون گرفته میشه، اعدام میشه، تبعید میشه، دهن علما رو میبندن، ترور مساجد رو ترور میکنن به این معنا که افرادی رو که از خودشون هستن و صادق و مخلص و عالم نیستن جاشون میذارن. نه تنها این کارا رو که کردن، نه تنها اینکه صلوات ملی رو، صلوات طبیعی رو در حال به غارت بردن و همانطور که گفتم کاش که این صلوات طبیعی مناطق خیلی اهل سنت ایران هم نان و آبی برای فقرای فارسی زبان میشد بنده خوشحال میشدم. به جای اینکه بشنوم و بخوانم در زیر سایه این حکومت انسان پرست و مرده پرست زن فارسی زبانش که برای بنده مهم نیستیم بره تن فروشی کنه برای نان شبش، خب شکر خدا رو میکردم اگر در فرستان یه لقمه نانی بود و به هر حال برای این فرستاده میشد از این صلوات طبیعی. ولی خب بم شده بر سر برادران و خواهران ما در سوریه، در عراق به نام مبارزه با داعش. داعش جنایت هایی رو که کرده در چشم جنایت هایی که این رژیم فاسد انجام داده حقیقتا اصلا قابل مقایسه نیست. اینا جنایتاشون بیشتر بوده و اگرم داعشی درست شده و تندروی و افرادگرایی هم درست شده این خودش یکی از جنایت های این رژیمه. مناطق اهل سنت عرب نشین عراق رو بین بهانه ویران کرد. این حقد عجیبی هستش که در لابلای کتب فرسوده و در روایات ضد قرآنیشون در کتب عقایدیشون پیدا شده و داره رنگ عملی به خودش میبینه. راه چاره چیه؟ راه چاره اگر خودت رو مسلمان میدانی باید برگردیم به کتاب و سنت سید پیامبر خدا. اگر خودت ما رو ایرانی میدونی به عنوان کرد و بلوچ و غیره، ما رو به عنوان یک تهدید نمیدونی، ما رو به عنوان یک فرصت میدونی، آنچه رو که برای خودت در داخل جغرافیای ایران میخوای باید برای ما هم بخوای. اگر میخوای یه وحدت ملی درست بشه در انسانها در اون جغرافیای در اون تاریکستان فعلی یه نورستانی رو درست کنن با هم بتونن برابر و برادر زندگی کنن، باید تن بدی به همون حقوقی که تو داری ما هم داشته باشیم، حقوق شهروندی یکسان بدون کم و بیش، بدون هیچ کم و بیشی، کسی صاحب امتیازی و کسی دیگر نباشه. خب تا روزی که ما بتونیم جامعه چنینی رو درست کنیم و راه اصلی شمونه حقیقتا راه اصلی درست کردن جامعه انسانی و عزت و برگشت ما همون کتاب و سنت پیامبر خداست. مطمئن باشید اگر به متمسک بشیم به کتاب و سنت سید پیامبر خدا از این مشکلات اصلا نمیمونه. روزی روزگاری ما تونستیم سپاه قدرت‌های بزرگ رو کنار بزنیم چون طرف نگفت تو کردی و من از تو برترم و تو بلوچی و تو ترکی و تو عربی. نمونه صلاح الدین ایوبی، امروز نگاه کنیم به بیت المقدس چی میگذره، به مسجد الاقصی چی میگذره. چرا ما اینقدر ذلیل شدیم؟ چرا حتی کاری شده که این مشکل رو حتی از عربا هم گرفتن، از مشکل ملی عرب و اسرائیل نمونده شده مشکل فلسطین با اسرائیل، آنچه که اسمش اسرائیله و تازه اینم حجم مشکل رو دارن که دشمن اسرائیل رو کوچکتر میکنن. ما با غزه کاری نداریم، با محمود با کرانه باختری، بابا عزفه غربی، ما با غزه مشکل داریم. یعنی مشکل شده مشکل غزه و اون چه که اسمش اسرائیله. ما به کجا رسیدیم؟ این همه حقارت پولامون شده، ثروتهای طبیعیمون میره جیب اونا، پولی بهمون میدن، میشه بمب بر سر هم میریزیم. چرا؟ چون دستهای شیطانی مثل نظام خمینی اجرا کننده این برنامه های پلیده که برگشتیم به این کتاب این تاریکی ها خواهد رفت، این فرعون کوچولوها خواهند رفت، چون تا به طاقت توانایی روبرویی با توحید رو نخواهند داشت. و
به امید بازگشت امت محمد صلی الله علیه و سلم به کتاب و سنت صحیح پیامبر خدا. تا برنامه دیگر همگی شما رو به خداوند متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.